به یاد یکی از میلیشیاهای دانش آموزی تهران، مجاهد شهید فرزاد علی عربی 20 ساله. مجاهد خلق هرگز تسلیم نمی شود. ما همه می جنگیم تا خمینی را شکست بدهیم. تسلیم نشدن به دشمن عهدی است که نسل مجاهد این میهن از دیرباز با خدای خیش بسته است. پیمانی خونبار که برای تحقق آن جانهای پاک بیشماری فدیه گشته است. نوگلهایی از نسل انقلاب و سرقدانی ایستاده بر راه. مجاهد شهید فرزاد علی عربی نیز در شمار این نسل خونینبال بود که پای در راه انقلاب و مبارزه نهاد و تا به آخر بر سر پیمان وفادار باقی ماند. سمبولی از بشادت و فداکاری یک نسل در نبرد با ولایت صوفیانه. به نام خدا و به نام خلق قهرمان ایران، من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. سوره مائده آیه 32. کشتن یک انسان بیگناه به مثابه قتل همه انسان هاست و حمایت و نجات یک فرد به مثابه زنده کردن همه انسان هاست. هنگامی که ظلم و استثمار فضای یک جامعه را آلوده می کند و به دنبال آن استبداد و اختناق رشد می کند و صدها نفر به جرم داشتن عقیده خیش به دست پاسداران شب به شهادت می رسند و هنگامی که مرتجعین زمان امور را به دست می‌گیرند و به جوانانی که هدفی جز خدمت در راه خدا و خلق ندارند و از تمامی شهوات و غرایز مادی این دنیا می‌گذرند برچسب منافق و وابسته نثار می‌کنند و هنگامی که مدعیان کاذب اسلام دستور کشتار می‌دهند و ساواک تشکیل می‌دهند و زندانها را از فرزندان متعهد این خلق انباشته می کنند و برای کارهای خیش توجیه شرعی درست می کنند و هنگامی که شکنجگاه ها و خانه های امن رواج پیدا می کنند و وجه شرعی نیز پیدا می کنند و هنگامی که سکوت هر فرد مسلمان و متعهد به منزله همکاری با دشمن خدا و خلق می باشد طبق کلام 146 نهج البلاغه و همچنین طبق آیه 31 سوره حج به کسانی که مورد ستم واقع شدند اجازه داده شد بجنگند و همانا خدا به یاریشان تواناست و طبق آیه دیگر و نرید و انمنه که مستضعفین وارثین نهایی زمین می باشند و طبق آیه دیگر لقد ارسلنا رسلنا فرو فرستادیم پیامبران را با کتاب و میزان تا بلکه به قسط کنید. اراده خداوند از آستین خلق بالاخره بیرون خواهد آمد و تاریخ سیر تکاملی خود را خواهد پیمود و حق پیروز و باطل مانند کف روی آب از بین رفتنی است.